من باعث شدم شما به این روز بیافتین؟ بگو همچی، بگو کنم نامردی باید این همچی کاری کرده. میگه حمید لولایی. بله میشناسی داداش؟ حمید لولایی دیگه کیه؟ حمید لولایی همون بازیگره؟ بی شخصیت تو بهش گفتی اسمت حمید لولایی همون بازیگره؟ بابا من اصلا میگم به جون فرانک تا حالا با این خانم حرف نزدم. بگو ببینم اون این برای سر آورده؟ میگه روزبه. گفتم پدرت کیه؟ گفت آقای لولایی. اولش باورم نشد ولی بعدش که عکسشو با آقای لولایی نشون داد باور کردم. شما با یه عکس یقین پیدا کردی که حمید لولایی باباشه؟ نه واقعا پدرشه. آخه یه دفعه هم دنبالش کردم، رفت توی خونه. دخترم این حرفا رو ولش کن، این چیکار کردی؟ تو خودکشی کردی؟ اصلا من این آقا رو نمیشناسم، من خودکشی نکردم که، قرص خوردم. آوشنی ماشین رو چند خواسته؟ 11 میلیون. همین دیگه. خب اون ماشین سندش آزاد بشه 18-19 میلیون تومن پولشه. داری؟ برو سندش آزاد کن. بابا من اصلا میگم ماشین رو نفروشیم، چه بدبختی گرفتار شدیم. بابا شما دو ماه دندون سر جگر گذاشتی، یه روز دیگه هم روش. تا امشب ساعت 10 آقا هوشنگ میاد ماشین رو ببره، من آبروم جلوش میره. 3 ساعت بهش التماس کردم تا راضی شده، هر کاری کردی تا امشب ساعت 10 و سلام نامه تمام. بچه ها یکم میریم برتر. آفرین خوبه. آره کلام خوش آمدید، بفرمایید. پیتزا خروس خوش آمدید، بفرمایید. پیتزا خروس در خدمتیم، بفرمایید. شام آماده است. پیتزا خروس بفرمایید. پیتزا خروس بفرمایید. پیتزا خروس در رنگ ها و طعم های مختلف. پیتزا خروس، شما برید خونه سفارش بدین، خروس زود میاد غذاش. پیتزا خروس. پیتزا خروس. پیتزا خروس. کامران، کامران یه دقیقه بیا. بابا گفتم 100 دفعه به دهنم میخوای بیای قبلش زنگ بزن. چیه کامران؟ من فکرامو کردم، فیلم رو بسازیم. خسته نباشی، اینو که خودم میدونم. پیتزا خروس بفرمایید. امیر جعفری چی؟ فیلم نامه چی؟ رو هوا؟ فیلم نامه رو خیالت راحت باشه، تو ذهنمه. فقط به جا امیر جعفری حمید لولایی بشه که ایراد نداره. خیلی خوبه، بازیاشون تو رنج همه. چرا یهو اون؟ اونا بعدم بهت میگم، فقط این قضیه رو باید سریعتر راهش بندازیم. بابا مامانم داره زندگیمونو با آتیش میکشه، ماشین لیزینگ بابام گذاشته برای فروش. کامران یه کار بکنیم من زودتر به این پوله برسم. بابا با تو هم چرا منو نگاه نمیکنی؟ من دارم نگات میکنم، کله این اونوریه. بایی من کله ای تو رو میبینم. حالا چی کار کنم؟ ها؟ شماره حمید لولایی رو میتونی پیدا کنی؟ همین؟ خب اینو زنگ میزدی میپرسیدی دیگه، 3 سوت برات پیدا میکنم. ببین من به شمارهش احتیاج دارم، فردا زنگ بزن به سهیل و دخترش بگو ساعت 10 دفتر باشن، بگو قرار داریم با حمید لولایی قرارداد داشت ببندیم. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، رو تاج من نوشته کلاغ. به خودم بگو الاغ دیگه، چجوری میخوای بیاریش؟ به تو چه ربطی داره؟ تو فقط شماره حمید لولایی رو پیدا کن. الان چجوری میخوای شماره حمید لولایی رو پیدا کنی؟ زنگ میزنم به علیرضا رفیقم، از اون میگیرم، تو کاری نباشه. خیلی خب زنگ بزن دیگه، زنگ بزن دیگه. خیلی خب وایسا بزن. بزن نزن. سهیل، این سهیل. سلام خروس جان. سلام از این ورا. اومدم ببینم دیگه. خیلی خوب کاری کردیم. خوش اومدین. امروز با دخترم رفتیم سراغ دوستات. بابا عجب بچه های با حالی هم. خیلی ممنون. میدونی کی بناست تو فیلمشون بازی کنه؟ امیر جعفری. تو از کجا میدونی؟ من خودش کامران گفت، یعنی تازه احتمال داره که اون نیاد حمید لولایی بیاد جاش. اینا نپرسیم، من قاطی میکنم. در هر صورت هر کسی رو میخوام بیارم فقط فردا
قرارداد با دختر من ببندن. این پاک داره نومید میشه ها. منم کاری نمیتونم بکنم. آخه به من گفتن تمام تستا رو ما باید ببینیم، از میون اونا یه نفر رو انتخاب کنیم. مگه تو باشون صحبت نکردی؟ من آخرین چیزی که شنیدم این بود که اونا گیر پولن که بتونن شروع کنن، یعنی پول برسه شروع کردن. شما باشون صحبت نکردی؟ آخه من که نمیتونم جلو ستاره راجع به پول صحبت کنم. دلم میخواد فکر کنه که به خاطر خودش انتخابش کرده. پیتزا خروس خوش اومدید، بفرمایید. من چیکار میتونم بکنم برات؟ نه نمیخواد کاری بکنی، خودم زنگ میزنم به همین دوستت کامران که بیاد اینجا با هم بشینیم گپ بزنیم، یه شام بخوریم، راجع به مسائل مالی هم صحبت بکنیم که دیگه فردا اگه ستاره اومد هیچ مشکلی نباشه. شوخی میکنی؟ نه جدی دارم میگم. آخه چرا اینجا؟ چرا الان؟ تو اصلا مثل که حواست نیست. من 2 ساعت دارم باهات صحبت میکنم. چرا میگم که به اون کامران خیلی کارایی نیست، به اون کارگردانه زنگ بزن، اسماعیل کیا به اون زنگ بزن. نه من اصلا راجع به پول با هنرمند نمیتونم صحبت کنم. همین کامرانه خیلی پسر باحالیه. خودشم به من گفت هر موقع کاری داشتی با من تماس بگیر. نه فکر میکنید، البته پسر خوبیه ولی به هر حال. سرما خوردم. صدا زنگ موبایل بود؟ صدا بوق کامیونه. نمیدونم صدا زنگ هرکس که شد دور شد. الو بفرمایید. آقای کامران خوشبخت؟ بله خودم هستم. مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم ها؟ بله ببخشید یه لحظه گوشی خدمت تو عذر میخوام. آقا ببخشید من یه جایی بودم نمیتونستم صحبت بکنم. در خدمتم، بفرمایید. من راجع به این موضوع به شما زنگ زدم که بگم من جلو دخترم که نمیتونستم راجع به مسائل مالی صحبت کنم. فکر میکنم که خروس توضیح کامل داده برای شما. من الان پیتزا خروس هستم، گفتم که شما هم تشریف بیارین، شامی با هم بخوریم، گپی بزنیم و راجع به مسائل مالی با هم صحبت کنیم. بله ببخشید، چه عجله یه بذارید برای فردا. خب فردا هم مثل امروز. من برای که خیالم راحت باشه دست چکم هم اتفاقا با خودم بوردم. گفتم 20 میلیون الان بدم خدمت شما، فکر میکنم برای شروع کار کافی باشه ها؟ بله خواهش میکنم، شما اگه لطف بفرمایید منتظر باشید من سریع خودم رو خدمتتون میرسونم. پس من منتظر میمونم، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خداحافظ. شما چی شد؟ گفت نمیاد؟ نه با سر میام، پول همه کاری میکنه. آی پسر، پیتزا خروس در خدمتم. پیتزا خروس چرا اونجا وایسیدی داری گپ میزنی؟ آقا بروشور تموم شده. خب تموم شده که تموم شده، دنیا مگه تموم شده؟ بیا بری یه دسته دیگه بردی بیار پخش کن، وایسیدی اونجا داری حرف میزنی. چش خیلی خوب، من رفتم، شما تشریف میبری؟ نه من میرم اونجا میشینم منتظر میمونم تا بیاد. باش. چیه؟ چه خروس بیتاب. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید. بگی برو انقدر حرف نزن. به کارت برس. کامران برنگرد، به کارت برس، من اینجا. برنگرد. تو عقل تو کلت نیست؟ بابا برای چی با یارو الان قرار گذاشتی؟ من با لباس خروس برم بشینم سر میزش بگم من کامران خوشبختم؟ یه دیوانه. خب برای چی با لباس خروس بری؟ لباساتو در بیار برو. سلام، چی میل دارید؟ من در خدمتتون هستم. متشکرم، من منتظر دوستم هستم، بیان حتما سفارش میدم. خواهش میکنم. چی گفتی؟ یه پیتزا مخلوط، یه نوشابه و یه سیب زمینی. الو پیتزا خروس بفرمایید. آقا سلام، خسته نباشید، احوال شریف. ببخشید این ماشین نوک مدادیه که مقدار اونورتر پارکه مال شماست، به من گفتم مال پیتزا خروسه. بله چطور مگه؟ دو تا موتوری بی وجدان اومدن زدن شیشه ماشین شیکون در رفتن. چیزی هم بردن؟ نمیدونم، فقط به من گفتن من به شما اطلاع بدم. قربان شما. ای بی وجدانا. بهزاد حواست باشه تو من برگرد. چشم. خب چی داشتی شما؟ پیتزا مخلوط.
امران. اینطوری نگاه نکن بود. دو تا شابه. ببین به همه بگو. اون آقای با من قرار داره. نه منو میشناسی نه صدا میزنی. باشه باش. سلام آیسو. سلام آقای خوشبخت کامران. خیلی زود اومدی. من دفتر یکی از دوستام همینجا بود. دیگه گفتم زودتر بیام که بدقولی نکرده باشم. خب بفرمایید من در خدمتم. عجب آدمایی پیدا میشن ها. کامران ببین حواست باشه اگه اینجا جا خالی شد بگو ماشینو بیارم بذارم اینجا جلو چشم باشه. ببینید آقای سهیل کار ما جونش به جون پول بسته است. یعنی پول نباشه خب اصلا پیش نمیده. چی میل دارید در خدمتتون هستم؟ من یه سالاد میخورم با سس خروس. شما چی؟ من که الان گفتم. منو داره میگه. من هیچی نمیخورم. خیلی ممنون آقای سهیل. اگر میشه سریع صحبتمون بگیم و تمومش بره. خیلی ممنون شما هم برو. آقا من نگاه کن. بله الان براتون میام. ببینید من راحت تر بهتون بگم. اگر ما الان قراردادو ببندیم فردا صبح استارت میزنیم. آقای خوشبخت دختر من نسبت به دفتر شما، خود شما و فیلم شما، ما هم نسبت به شما، خود شما، دختر شما ارادت داریم. نه آقا مشکوکه. از دفتر شما که اومدیم بیرون قضیه فیلم اصلا جدی نگرفت و پاشو کرده توی یک کفش که من فردا میخوام برم دنبال بلیط برای رفتن. شما هم خیلی لفتش دارین میدید. نگران نباشید. اصلا یه کاری میکنیم. اگه فردا آقای لولایی اومدن دفتر برای قرارداد بستن، ما شما و دختر خانمتون دعوت میکنیم که بیاین ببینین قرارداد میبندن قضیه براشون جدی شه. این خوبه. فقط شما خودتون بهش زنگ بزنین و بگین که تو تست بازیگری قبول شده. من یه خواهش دیگه ای دارم. نمیخوام دخترم بفهمه من به شما پول دادم. خیالتون راحت باشه. مگه شما به ما پول دادید؟ به چی دادم به شما؟ نه جلوی دخترتون دارم میگم. شما مثلا به ما پول ندادید. آها البته این میگم مثلا بچه میدونم این چجوری در باید عمل کنم. مثلا کار رو سینما زدید یعنی شما هم حسون باشه. قهرمون چرا اینجا نشستی؟ چی شده؟ اسماعیل کجا رفته؟ هیچی آقا رفتیم پدره بود ولی پسره نبود. آقا اسی هم گفتش که الان نباید کاری انجام بدیم. برگشتیم اومدیم. رفت یه کار داشت. نمیدونم داره چی کار میکنه. فقط گفتش که تا صبح باید صبر کنیم. نگران نباش. اسماعیل کارش درسته. یه کاری رو دیر شروع میکنه. اما وقتی شروع کرد تا آخرش میره تموم میکنه. حالا خواهر چطوره؟ بهتره؟ بهتره. مرخص شده. خدا رو شکر. پس چرا نمیبری؟ آخه میدونین من نه اینکه با عجله از شهرستان اومدم نتونستم پول زیادی با خودم بیارم. حالا وایسادم تا صبح ببینم چیکار میتونم بکنم. ای داد بیداد. پس تو هم به درد من دوچار شدی. حالا هزینه بیمارستان چقدره؟ 500,000 تومان. البته بدون اون پولی که آقا داماد شما دادن برای داروها. حالا چرا اینجا نشستی؟ جایی ندارم برم. نشستم تا آخر شب برم نمازخونه بخوام. البته اگه آقا منصور ایزه بده. نمازخونه برای چی؟ بلند شو بریم. کجا؟ دیگه سوال نکن. بلند شو بریم شاید هم بتونم مشکلت حل کنم. بلند شو بیا. بریم آقا مرسد. بریم سوار شو ماشینو. با این بریم؟ با چی بریم؟ حالا میخواییم وانت بگیریم کلی باید گره ماشین بدیم. این هم مال خودمونه. بریم سوار شو. بفرمی. این که مال این کار نیست. بریم. یه دقیقه بیم. حالا خودم یه کارش میکنم. من فعلا مبلغ 20 میلیون تومن به تاریخ پس فردا براتون می‌نویسم. وقتی با دخترم قرارداد بستین پس فردا میتونین نقدش کنین. همینم اگه نبود قابلی نداشت. در حال دست درد نکنه. میشه لطف کنین بگین یه بطری آب برای من بیارن؟ بله بله. اینم یه چک به مبلغ 20 میلیون تومن برای پس فردا. خیلی ممنون. شما باید زحمت رو بکشید. میکشم. بفرمایید.
به مبلغ این چک باید برای من سفته بدی. بابته؟ من دارم ریسک میکنم، بدون قرارداد دارم به شما مبلغ 20 میلیون تومان میدم. آقای سویل حق با شماست، ولی الان این موقع شب کجا بازم برم سفته تهیه کنم؟ میخوام بریم با هم بگیریم ها؟ من فکر اینجاش هم کرده بودم، با خودم سفته آوردم. بفرمایید. شما حواستون به همه چی هست، خیلی خوبه. اینم خودکار، لطفا امضاش کنید. ولی من نباید امضاش کنم، میدونی کیا باید امضاش کنن؟ کیا چی عزیزم؟ من با یه نفر طرف. آقای سویل تو رو خدا وقت من انقدر نگیرید، منظورم آقای اسماعیل کیاس کارگردان، ایشون باید امضا کنن. من به شما بیشتر اطمینان دارم. چشم، من امضا میکنم. میشه لطف کنید یه بطری آب برای من بیارین؟ اون قرمزه گفت باشه. دیر شده ولی برم. آقای اسوئل فقط من اینا رو امضا میکنم سریع میرم، چون خیلی دیرم شده. آخه شما چیزی هم نخوردین؟ نه نه میل ندارم. بریم پسر ناوارد نزنه کار ما رو خراب کنه، خیلی بد میشه. آب خدمت شما. خیلی ممنونم. ببینید دوستم چیزی نمیخوام. پیتزا خروس بفرمی. الو سلام علیکم آقا، این ماشین نکمه دادی مال شماست؟ بله بله. داداش تو کیفا بلند شو بیا تا ده ماشین، این شیشه شو شیکوندن، دزگیرش هم همینجور داره میزنه. لعنت به تو، اون کسی که این شماره رو داده که هی مزاحمت ایجاد کنی، بی وجدان. بله مرد حسابی، من سروان احمدی هم از آگاهی، جلدی بلند شو بیا ده ماشین. ببخشید جناب، سمو نشناختم، از سایه میام خدمتتون. این سفته ها، اینم چک. آقا مبارک باشه، خدافظ. فقط یه چیز. چی دیگه؟ من منتظر تماستون هستم. باش آقای سویل، عجله نکنید دیگه. باشه من دیرم شده، برای این پسر خرابکاری نکنید. خدافظ. سلام جم سربا، ماشین منه. مبارک باشه. من گفتم مال منه. نه گرفتینش؟ کیو؟ همون که زده شیشه ماشینمو چیکونده دیگه. اگه شیشه ماشین تو شکسته؟ من شما زنگ نزدین گفتی شیشه ماشین تو چیکوندن، آجرش هم داره میزنه. من گفتم؟ بله. چیزی مصرف کردی؟ بله با عزتتون یه دو تا تیکه پیتزا مصرف کردم. آخه شوخی دارم. چه حرفی میزنی جان سربا؟ من نوزادی پاک پاکم. همین الان یه نفر زنگ زد گو از اداره آگاهی زنگ میزنن، ماشین تو شیشه شکوندن، دزگیرش هم داره میزنه. تشریف بیارین اینجا، باورتون نمیشه. تشریف بیارین تو مغازه، نشون دادم شمارهش افتاده رو تلفن. حتما کسی سر کارتون گذاشته. کارت مدارک ماشین. چشم سر. کامرا حواس به این ماشین من باشه، امشب یکی داره بد جوری من اذیت میکنه، فقط پیداش کنم. کلر در بیار. با تو هم چرا بالبال میزنی؟ کلر در بیار. آقا رمزی چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ نه چیز مهمی نیست، حواست جمع کن. شش. بفرمایید. برو دیگه، میخوای گندش در بیاد، چه کردم که گرفتی؟ دست درد نکنه کامران جان، جبران کنم. ببین گفتی رفیقت شماره حمید لولایی رو داره، زنگ بزن شماره حمید لولایی رو ازش بگیر، یه اسمس بزن به حمید لولایی بگو آدرس قرار فردا عوض شد، آدرس دفتر خودمونو بده، ترشم بزن از طرف آرش. باشه باشه، زودتر برو تو گندش در نمیاد. برو کامران، پا من خیالم راحت باشه. میگی از طرف کی؟ آرش. آرش دمت گرم. برو دیگه، برو برو، فقط مراقب اون چکم باشه. خوب من سه برابر اون سفته دادم. برو دیگه، برو. باشه داداش قربونت، خدا. بیتا خروس بفرمایید.
یه خورده خوردم نداره. آن استاد درجه یکه. سه بار دادم برش خوبی علاقش کردم. پختش چطوره؟ حرف نداره. فقط با آشپز بیمارستان برگرد بگو چنگ نزنه آبشو کن کنه. آقا من چنگی کلچه 6500 سوپر داره میده بزن. ولی من میدم 4 تون چون بازرگرمی و دلالی نداری. دو تا کیسه برات بزنم. حالا بعدا میام میبرم. شما چی آقا نوستاد؟ دو تا کیسه برات بزنم. قربون دستت بذار میبرم. به به، پس قضیه از این قراره. خوب مچتو گرفتم. گفتم واسه زیرا به منو میزنی؟ میخوای جنسای بنجل رفیقتو بفروشی؟ به حق چیزایی ندیده. مرد حسابی سرت انداخته پایین اومدی تو؟ مگه اینجا کارمانسراست؟ اولا وقتی وارد خونه مردم میشی باید اجازه بگیری. دوما بنجل اون جنسایی که تو میخری به اسم جنس خوب فاکتور میکنه برای بیمارستان. سوما چی به تو گفته این وقت شب زاخچه ای منو چوب بزنی؟ خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. اگه فکر کردی میتونی زیرا به منو بزنی و خودت تنهایی بخوری کور خوندی. سر حرف دهن تو بفهم آقا نوست این حرفا. صاحب این جنسا تویی؟ تو نه شما. بله منم. همه رو از دم میخرم کلی 3 تومن نقد. غلط میکنی. ببین اگر اینجا وایسو حرفی بی ربط بزنی زنگ میزنم به دکتر اسدی، هر چی بین من و تو رد و بدل شده میذارم کف دستش. قهرمان بندازش بیرون. پس بگو میخوای خرج عملتو از این راه در بیاری تو از بیمارستان بیای بیرون؟ آره میخوام خرج عملمو در بیارم. مشکل تو چیه؟ ببین زودتر بگو، من حاضرم خرج عملتو بدم تو از بیمارستان بیای بیرون و بری پیش زن و بچت جلوی همین آقا منصوری. منصوری اینه. میدونم غلط میکنی منو نشون میدی. برو بابا. تو فکر میکنی من لنگ پولم؟ من اگه لب تر کنم همین آقا منصوری رفیق 30 سالمو قدیمی تر از اون 2 دقیقه نمیذارم تو بیمارستان بمونم. اگر همین الانم پول جور بشه من از بیمارستان بیرون نمیام تا جلوی در دوزی تو رو بگیرم. آقا نصرت تمام این برنجه رو بگیر ببر بفروش، ببر بزن به حساب بیمارستانت. هر وقت از بیمارستان اومدی به من بده. رفاقت یعنی؟ حالا آدم شدی راتو بکش برو. تو نمیخواد برنجتو بعضی بخشش بکنی؟ تو کاسبی منم خریدار. خریداری که پول بیشتری بده عزیز کاسبه. حالا بگم وانت بیا. غلط میکنی. حرف بیخود نزن. خونمونه بیخود به جوش نیار. امثال تو هستن که بازارو بگن کشیدن. قدرت خرید 2 کیلو برنج ایرانی از مردم گرفتین. قهرمان بندازش بیرون. من نمیذارم اینجا کاسبی کنی. یادت باشه. غلط میکنی. دزد بازار خراب کن. خیال میکنه همه مثل خودشن. فکر کردی؟ حالا بله. قربون دستت. با قهرمان جان کمک کن برنج رو بذار تو ماشین. باش چش. آقا قهرمان یه کمک بکن. تو چه رشته قهرمان جهانه؟ اسمش قهرمان جهانه. چه جالب. منم یه پسردائی دارم فامیلیش خاورمیانه است. اگر اسمش قهرمان بود حالا میگودن قهرمان خاورمیانه. بکره میتونی تنه تنه بخوری؟ برا دیگه حرف نزن دیگه، ردتو گم کن دیگه. بریم نوستا جان. واسه آقا منوچهر اتفاقی افتاده که آمبولانس اومده؟ واسه مرشخا نیفتاده، واسه برنجاش افتاده. جانم منوچهر قربون دست دیگه 500 هزار تومان داری به من قرض بدی؟ 500 هزار تومان؟ تو بگو 1000 تومان مالیسم. مگه بانک مرکزی هم من یک هفته اصلا یه دونه کیسه برنج نفروختم به خدا. چی میگی شما؟ اون 5 میلیونم که میخوایی با من بدی من از الان خاکشو کندم. پس چرا بلوف میزنی مرد حسابی؟ چی بلوف میزد مرد حسابی؟ من دیدم تو رفتی جلو منم پشپندت در اومدم بدکاری کردم روش حکم کردم. ببین این آقا قهرمان از شهرستان اومده، جایی رو نداره بره. خواهرش هم بیمارستان بستریه. اگر اشکال نداره امشب اینجا بمونه تا صبح خواهرش از بیمارستان مرخص. نوستاد جان من بی خیال شدم خدا. ریب رب ربوله و ریباز وارم نه ایشمیز باره تا ایشی بیری وارم نه لیو لیو وای باره این مرده اینجا بخوابا. من تا خود صبح باید بشینم اینجا کشیک بودم. اخلاق منو میدونی. ولش کن من بی خیال شد. نوستاد جان ببخشید.
سلام آبجی. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم بفرمایید داخل. ممنونم ازتون. با آقای ستمکش اومدیم دنبال ماشین. اگه زحمتی نیست اون کارت ماشین و مدارک رو بیارید ماشین رو تحویل آقا بدم. یه چند دقیقه وایسید الان اسماعیل میاد. آخه ماشین دستمون زنگ زد الان تو راهه. میخواین تشریف بیارین داخل. ممنونم ازتون. قرار ما مگه ساعت 10 شب نبود؟ بله گفتم که الان میرسه تو راهه. باشه پس ما اینجا منتظر میمونیم. شما بفرمایید مزاحمتون نمیشیم. هر جور که راحتی. با اجازه. آقا منو چرا دستت درد نکنه؟ اگه میتونی بازم تخفیف بده بذار مشتری بشم. بابا چقدر تخفیف نوسا جان؟ پدر منو در آوردیم. بسته دیگه بابا. خیلی خوب. فاکتورشو بنویس. صبح بیار بده بیمارستان پولتو بگی. سوارشو بریم منصور جان. شما برید آقا منصور. ای دو تا کوچه بالا تر خونمه. میرم یه سر بزنم بچه‌ام بزنم میام بیمارستان. خداحافظ. 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 خداحافظ آقا منصور جان خداحافظ. دست درد. خدا نگهدارت. خواهش می‌کنم. پرمان جان. دو تا کیسه برش برداشت. دیسکش از 70 جا زد بیرون. خدا را شکر. سلام سینما بوشن. احوال شریف. کجایی بابا؟ خوش خوب. آقای ستمکش. به به احوال شریف آقای ستمکش. مخلص جای. قربون شما. مادر جان دو ساعت مردمو تو سرما نگه داشتم. آقا شرمنده ببخشید. آقا این حرفا چیه؟ قربون شما برم. مادر یه لحظه شما تشبیه. ببخشید. چی شده؟ مامان اون پولی که بهتون گفتم داره جور میشه. الحمدلله جور شد. 20 میلیون تومان. فردا میرم بابامو در میارم. اینو از کجا آوردی؟ حالا بعدم بهتون میگم. شما فقط یه خانومی بکنی این هوشنگر ردش کن بره. حالا به اینو چی بگم؟ من روم نمیشه. مگه مردم مسخره ما؟ روم نمیشه چیه؟ یارو کلا برداره داره بوز میخره دیگه. شما هوشنگو نمیشناسی؟ اصلا خودم میرم بهش میگم ببین چی کارش میکنم. سلام عسیم هوشنگ. احوال شریف. دارم مسی جون. خوبی؟ آقای ستمکش هستم. احوال شریف آقای ستمکش. مخلص شما. فرمشن. بزرگوار ما از فروختن ماشین منصرف شدیم شهرمنده. زکی؟ بله. چی میگه این آبجی؟ راست میگه آقا هوشنگ. من شهرمنده شما. پولی که میخواستیم جور شده. شما هم که قصد کمک به جور کردن پول بود دیگه. خواهر من این حرفا چیه؟ ما حرف زدیم. من ماشینو فروختم رفته قولنومه کردم با این آقا. قولنومه کردی؟ عزیز من مالک میتونه قولنومه کنه؟ مگه شما مالک ماشین بودی که قولنومه کردی؟ اسی جون من 5 میلیون بیونه دادم. این حرفا چیه؟ یه لحظه شما اجازه بده. چی میگن اینا؟ هیچی واسه اینا چه خبره؟ بله حمید رضا از رومیز نهارخوری اون نایلو مشکیه رو بردار بیار ببینم. شما؟ کوفت تو من نمیشناسی بادو ببینم. من این حرفا حالیم نیست. آقا من ماشینو به شما فروختم یا نه؟ چرا آقا فروخته؟ بیا حالا من جواب اینو چی بدم؟ من ماشینو خریدم الانم ور میدارم میبرمش. حالا من هی به حرمت همکاری که با آقا جون داشته هیچی بهش نمیگم میرم کوتا نمیاد. تو فکر میکنی من حالیم نمیشه میخواستی سر مادرم کلا بذاری؟ تو فکر میکنی من حالیم نمیشه میخواستی این ماشین رو باز بخری؟ این حرفا چیه میزنی؟ ماشین ندی از دست شکایت میکنم. شکایت میکنی؟ شکایت کن منم ازت شکایت میکنم به جرم کلا برداری. من کلا بردارم؟ آره بد سیبی. اینجا چه خبره؟ نره تا آقا جون. بابا اومده. خدای شکر بچت مرخص شدی؟ کردم آقا جون اینجا چی کار میکنه؟ بهت میگم این اینجا چی کار میکنه؟ حلش کردم آقا جون الان میره. چی رو حلش کردم؟ نصرت جون امروز زن و بچت اومدن بیشه من از التماس کردن که این ماشین رو واسه ما بفروش پولش رو برداریم نصرت رو از تو بیمارستان در بیاریم. منم ماشین رو فروختم 5 میلیونم بیانه دادم. حالا که اومدم ماشین رو ببرم گل پسرت نمیذاره. من اگه قراره با پولی که تو میخوای برام ردیف کنی از بیمارستان در بیام بمیرم بهتر تو از اون بیمارستان در بیام. خانم دست شما درد نکنه. رو زدی با آدمی که اون همه بلا آورد سر من؟ تو اداره داشت منو بدنام میکرد. تو که میدونی قصه من اینو میدونی.
شرمنده آقا نصرت، اگه میدونستم قرار مرخص بشی اصلا به آقا هوشنگ رو نمیزدم. حالا بیانش دست کیه؟ دست من آقا جون. بده بگی زحمتو کم کنه. اون نایلونی است. بفرم. دست شما درد نکنه. خوب آبروی منو جلو مشتریم بردید. اجازه بده من باش حرف بزنم. نمیخواد حرف بزنی. تو قبلا باید حرف میزدی. بریم آبرو ما رو بردی بود. بریم تو آقا جون، سرده. حالا صورت دیر شده، نمیخوای بیای؟ اومدم. نه بابا جون، من دیگه دیرم شده، باید برم بیمارستان. بیمارستان مگه من میذارم؟ اسماعیل پول جور کرده، چک دستش 20 میلیونه. از کجا بابا؟ آقا قضیهش مفصله، میگم براتون. بیا بریم تو. نه الانم کلی دیر شده، من دیگه باید برم. خدا بیس بابا جون. میکردم آقا جون، پس من فردا صبح اول وقت بیمارستانم که شما رو تعریف کنم. دست درد نکنه. میکردم. همین درزه بابا، این چیه دسته؟ پول حاج آقا اکبری آوردم داخل. دستش درد نکنه، برای چی؟ گفت آقا نصرت که نیست دستتون خالی نباشه، این باشه خرج کنید. حالا چقدر هست؟ 600 هزار تومان آقا جون. میبرم زود پسش میدم. میاد من. بیا با من کارت دارم. چی دو تا کلی برین تینی ببر بس بخونه. با آمبولانس آقا جون برین جا جا کن. این کیه آقا جون؟ قهرمانه. قهرمان. قهرمان. خوابه. خب اینجا چی کار میکنه؟ خب اونمش کمکم کنه. این پولم برای اون میخواستم. بیاین دو تا گونی برنج هم برای خودمون گرفتم. بیا حمید رضا. حمید رضا. میارم خودم میارم. ببخشید. آقا جون. کوفت. آقا جون میگه این بنده خدا خوابه. میخنده. اه. هوا تو کردم.